أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، آیه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آن بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. و هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود مستکبران روی بر می گرداند، گویی آن را نشنیده است، گویی اصلا گوشهایش سنگین است. او را به عذابی دردناک بشارت ده. ولی کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند باغهای پر نعمت بهشت از آن آنهاست، جاودانه در آن خواهند ماند. این وعده حتمی الهی است و اوست عزیز و حکیم. او آسمانها را بدون ستونی که آن را ببینید آفرید و در زمین کوههایی افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبنده ای روی آن منتشر ساخت و از آسمان آبی نازل کردیم و به وسیله آن در روی زمین انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش رویاندیم. این آفرینش خداست، اما به من نشان دهید معبودانی غیر او چه چیز را آفریده اند. ولی ظالمان در گمراهی آشکارند. به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم شکر خدا را به جای آور، هر کس شکر گذاری کند تنها به سود خیش شکر کرده و آن کس که کفران کند زیانی به خدا نمی رساند، چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است. به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را موعظه می کرد گفت پسرم، چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک ظلم بزرگی است. ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در 2 سال پایان می‌یابد. آری، به او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت همه شما به سوی من است. هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، از ایشان اطاعت مکن، ولی با آن دو در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن و از راه کسانی پیروی کن که توبه کنان به سوی من آمده اند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم. پسرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی کار نیک یا بد باشد و در دل سنگی یا در گوشه ای از آسمان ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را در قیامت برای حساب می آورد. خداوند دقیق و آگاه است. سرم، نماز را برپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می رسد شکیبا باش، که این از کارهای مهم است. پسرم، با بی اعتنایی از مردم روی مگردان و مغروران بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. پسرم، در راه رفتن اعتدال را رعایت کن،
از صدای خود بکاه که زشت‌ترین صداها صدای خران است. یا ندیدید خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کنند و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید، می گویند نه، بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند، باز هم تبعیت می کنند؟ کسی که روی خود را تسلیم خدا کند، در حالی که نیکوکار باشد، به دستگیره محکمی چنگ زده و عاقبت همه کارها به سوی خداست. و کسی که کافر شود، کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت همه آنان به سوی ماست و ما آنها را از اعمالی که انجام داده اند و نتایج شوم آن آگاه خواهیم ساخت. خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاه است. ما اندکی آنها را از متاع دنیا بهره‌مند می کنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب شدیدی وادار می سازیم. و هرگاه از آنان سؤال کنی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، مسلماً می گویند الله. بگو الحمدلله. ولی بیشتر آنان نمی دانند. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، چرا که خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است. و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا برای آن مرکب گردد و هفت دریاچه به آن افزوده شود، اینها همه تمام می شود ولی کلمات خدا پایان نمی گیرد. خداوند عزیز و حکیم است. آفرینش و برانگیختن همه شما در قیامت همانند یک فرد بیش نیست. خداوند شنوا و بیناست. یا ندیدی که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خورشید و ماه را مسخر ساخته و هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند؟ خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. اینها همه دلیل بران است که خداوند حق است و آنچه غیر از او می خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است. آیا ندیدی کشتیها بر صفحه دریاها به فرمان خدا و به برکت نعمت او حرکت می کنند تا بخشی از آیاتش را به شما نشان دهد؟ در اینها نشانه هایی است برای کسانی که شکیبا و شکر گذارند. و هنگامی که در سفر دریا موجی همچون ابرها آنان را بپوشاند، خدا را با اخلاص می خوانند. اما وقتی آنها را به خشکی رساند و نجات داد، بعضی راه اعتدال را پیش می گیرند و به ایمان خود وفادار می مانند، در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه کفر را پیش می گیرند. ولی آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند. ای مردم، تقوای الهی پیشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال فرزندش را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را. به یقین وعده الهی حق است. پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مغرور سازد. آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند
و آنچه را که در رحمهای مادران است می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه به دست می آورد و هیچ کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. خداوند عالم و آگاه است.